آتش مغان در گفتگو با اهل اندیشه و هنر. رادیو مانی. درود بر همیانان ارجمند، بینندگان و شنوندگان گرامی. شاهین نجات هستم همراه دوست ارجمند بهرام آریان، یکی دیگه از سلسله آموز گفتارهای آشنایی بنیادین با ایران شهر رو در خدمتون هستیم. این برنامه ها بازندوخ میشه و در رادیو مانی پخش میشه و سپس پس از چند روز در شبکه‌های اجتماعی جنبش رنسانس ایرانی هم پخش خواهد شد و باز پخش خواهد شد. هدف از انجام این برنامه این بوده که یک مفهومی رو به نام ایران شهر و یک مفهوم مشتق از اون، یعنی انسان ایران شهری رو بخوایم در همه ابعادش برای همیهنان تعریف کنیم. هنگامی که صحبت میشد از فرهنگ ایران، برخی از همیهنان به درستی میگفتن آقا این فرهنگ خرابه، میبینید که مردم چقدر بد شدن، به هم بد میکنن، این فرهنگ فرهنگیست که اشکال داره، ایراد داره. و ما دیدیم که همیشه برای ایجاد تمایز میان فرهنگ ایران شهری و فرهنگ کنونی مردم ایران که دچار بسیار گرفتاری‌هایی هم هست، باید یه بار بیاییم و اصلا فرهنگ ایران شهری رو باز تعریف کنیم و به مردم خودمون بشناسونیم و بگوییم که دارای چه ویژگی‌های نیرومند و کارآمدی است که مسلح شدن به اون فرهنگ امروز راه نجات ایران نه فقط از این بدبختی 43 ساله است، بلکه از یک گرفتاری بسیار بزرگ 1400 ساله است که درش گرفتار اومد. آموز گفتارها از هفته پیش آغاز شد. آشنایی بنیادین با ایران شهر شماره 1 که خیلی از همیهنان دیدن و شماره 2ش رو امروز در خدمت خواهیم بود. این سلسله آموز گفتارها نشست های نسبتاً پرشماری رو در پی خواهد داشت. من سخن رو به رشته سخن رو به شهرام واگذار میکنم برای اینکه برویم توی مطلب و کمتر از زمانمون به هدر بریم. شهرام گرامی درود بر تو. درود شاهین جان، با درود بر بینندگان. بله، چون نشست پیشین هم ما بسیار چیزهایی در آغاز گفتیم دیگه سرراست میدیم تو خود کار، من فقط یادآوری میکنم که پس از دیدار برنامه من دیدم که نمای خودمون در راست صفحه بوده و بخشی از نوشته ها رو پوشش میداده. یک کادر بزرگی رادیو مانی اون پایین افسوده بود که بخش های بزرگی از نوشته ها رو پوشش میداد. اون کادر پایین قراره که یک سطری بشه یا اصلا گذاشته نشه، حالا باید ببینیم. و من نوشته هارم دست چپ فرستادم که این بار همه چی از برای نمای خودمون پوشانده نشه. من میرم سر سلاید ها. بسیار. الان تمام صفحه‌ای دیده میشه، آشنایی بنیادی با ایران شهر. بله. بار پیشین 2581ش برای نمونه دیده نمیشد چون کادر از پایین پوشانده بود. من یک پیشگفتاری برافزوده بودم در مورد اون زبان فارسی که این زبان فارسی چه قراره بشه. اینو من دوباره از نو میخونم که دوستان ببینن که تا چه اندازه گوششون کم کم به این فارسی فراتر گبالیده، این مه پارسی خوی میگیره. پیشگفتار کوتاه بر زبان. این گونه از فارسی ویراسته و فراتر گبالیده که این رشته از آموز گفتارها در آن پرداخته و فرا نموده می شود، برآمده از یک فرایند کاری 25 ساله است و همه کوشش های دیگر و پیشینتر در این راستا را در بر گرفته و بر بنیاد بررسی ها و نوآوری های زبانشناسانه فراتر رفته و به این شیوه کنونی رسیده است. آماج و فرازگیر ما از پرورش و کاربرد این فارسی که به پارسی و یا مه پارسی میتواند نامیده شود، به هیچ روی عربی زدایی و فرنگی زدایی ایران دوستانه از درون فارسی یا انگیزه از این دست نیست، بلکه تنها گبالش و توانبخشی فارسی در ساختار دستور و واژه‌سازی و واژمان‌بندی تا آن مرز که بتواند
در اون مایه های پیچیده و باریکبار فلسفی و اندیشگی را نیز در درون خیش بسگالد و برساند. تا آنجا که در کنار زبانهای بسان آلمانی و یونانی باستان و یا اوستای پیشین و ابزاری تیز برش و در گستره جهانی برتر برای دانش پردازی و اندیشه ریزی درآید. فراگویی و روشنگویی آنچه در این کار گستردی زبانشناختی رخ داده از شکیب و زمان این پیش درآمد یک سر بیرون بوده و به رشته ای از آموزگفتارهای ویژه در همین باره در آینده سپرده می شود. بخش یکم بود گسستگی ژرف ایرانیان از دریافت بنیاد فرهنگی و فلسفی ایران پیش از اسلام. من فشرده از تو آنچه که انجام دادیم میگذرم، چون هم سلاید الان دیده میشه و هم برای اینکه اندیشه تازه بشه. آن ناآگاهی و دوشاگاهی از ایران شهر کلاسیک که مهتران ایرانی در هزار سال گذشته و تا به امروز از آن رنج میبرند. ما اینجا نخست از اندیشه پردازان اسلامی نام بردیم که من بهشون الله پرستم میگم. در گذار این چند روز دوستانی تماس گرفتن، رایزنی کردن که شاید از برای جایگاه استبدادی که الله داره در اسلام، شاید حتی از الله پرست رساننده تر الله بنده باشه. اینه که شما میبینید که انجام خود برنامه ها و رایزنی بعد با بیننده ها حتی برای خود من هم سود رسان. این برهان نیرومند بود. من گفتم آره، از الله پرست رساننده تر الله بنده است، چون پرست تو هر دینی هستش که اون یزدانش رو میپرسته، اما اینجا داستان از اون فراتر میره و کوبنده تر. اینجا داستان بندگی است یا بردگی است. پس ما به اسلامیان الله پرست و الله بنده هم میگیم. که بعد سخن آمد که این اسلامیان یا الله بندگان ایرانی یک سری میشه گفت به این آیین بیگانه گرویدند و دیگه چنان تو اون فلسفه ناسازگارش با ایران پیشین فرو رفتن که دیگه خودشونو فراموشیدن و شدن دشمن ایران شهر کلاسیک، برای اینکه اون چیزی که نو اومده بس که ناسازگار بود بتونن نگه دارن، دشمن آنچه که بیشتر بود شدن و آغاز کردن به کارهای بسیار گسترده در زمینه آگه فشانی، تبلیغات کلیشه‌ای و اینا و اون گسترش، اون باورمان، اون ایدئولوژی نو. این که از اسلامیون و الله بندگان بود در این هزار سال گذشته. در 100 سال گذشته گفتیم هممیهنان شریفی ما داشتیم در بخش چپ یا گروه تندترشون، من مارکسیستا رو میگفتم، دوباره اینجا میگرز هممیهنان گلایه کرده بود که من کنم در کامنت ها که هنگامی که از چپ سخن گفته میشه باید یه خورده باریک نگرانه تر شاید مثلا نگاه بشه. من از این رو نگاه رو الان رو مارکسیستا بیشتر برنهادم و باریک کردم که سخن بیشتر از اوناست که اونا ایدئولوگ بودن، باورمانگرا بودن و اینا هم از یک خانواده اسلامی که برمی اومدن، از یک باورمان پیورز به یک باورمان پیورز دیگه در اومدند و میخواستن از این الگوهای همستخواه نوین نگهداری کنن. اونا هم از راه دیگری، از عینک این باورمان نوین دشمن ایران پیشین شدن و میخواستن که خواسته های جهانگیر خودشون رو جلو ببرن به بهای در ذهنها سوزاندن یا زدودن آنچه پیشتر بوده و بدون این که خودشون بخوان یا شاید هم تانزی آگاه همراه با اون مسلمان ها شدن که هزار سال اونا داشتن میکوبیدن یا بیشتر از هزار سال اینا هم سوار قطار اونا شده. بخش بزرگ 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 مارکسیست ها از تک و توک سخن نمیگیم که جور دیگری میپنداشت. بعد گله گذاشتیم از این که اونایی که ایرانگرا هستن که من بهشون حالا اینجا بیشتر ایران نگر یا ایران نهاد میگم، چون ایرانگرا هم میتونه یه خورده باز گاهی بار باورمانیک داشته باشه، از اون یه خورده سبکتر و خرد بنیادتر شاید ایران نگر یا ایران نهاد باشه. نهاد اندیشهشون در ایران هست، در اونجا نهاده شده و از اونجا ریشه میگیره و بعد با دیگر چیزایی که میآموزن سازگار میکنن و از توش یه دونه یک برایند هم با خود سازگار هم با جهان بیرون سازگار رو پدید میارن. ایران نهاد، اینا امید ما این بود که اینا یه کاری میکردن، اما چنان که گفتیم خود اینها هم از این گسستگی بیش از هزار ساله رنج میبرند و جز شمار بسیار بسیار اندکی از این گروه بیشترشون به دانسته های نیازمند ابزارمند نیستن. دانسته هاشون یا به نوشته های
دری و یا عربی و یا در بهترین گونهش گفتیم شاهنامه کرانمند. دانسته های بندادی یا اوریجینال ندارن از آنچه که پیشتر بوده. مدل سازی هم ازش ندارن. و البته بدون همچین برهان ها و دستگاهی ما گفتیم که جلوی این آگه فشانی هزار ساله به گونه پیشور حرفه‌ای درآمده الله پرستا یا الله بندگان ایستادن تا اینجا بسیار دشوار بوده. اونا یک سپاه سازمان یافته و بسیار اگرسیو، این یکی ها حتی دستگاه برهانیشون هم سامان ندادن برای اینکه دانسته ها اونگونه فراگیر نبوده یا کلن شمار کسایی که به این کار میگرویدن اون اندازه که باید بزرگ نبوده. از اینم بگذاریم. پس از این بخش بندی به این سه گروه، یعنی الله پرستا و مارکسیستا و ایران نهادها یا ایران نگرها، گفتیم که خب این نگاه کنیم که این چجوری فرم گرفته این گسستگی تا اندازه این و بعد چه پیامدهایی داشته که از سده پنجم هجری به این سوی با سلجوقی به این ور دیگه اون شکست فرجامین پای گرفته بود. اینو تو برنامه های بسیار پیشترها گفته بودیم و این ایرانی که از توی اومد بیرون، این ایران ناسازگار با فراوردگرایی، با خرد و دانش پژوهی و با وجدان یا دروندید آزاد بود. که همچین ایرانی ما فراتر نگاه کردیم که نمیتونست هنگامی که با برتری فرنگی ها از سده 16 هم 17 هم میلادی برخورد کرد، که با پروتستانتیزم ابزارمند شده بودند و اندیششون پیراسته بودند و چهار نعل داشتن میتاختن بر بنیاد خرد و وجدانگرایی، این دو ستون بزرگ آیین زرتشت رو اینا این بار یاد گرفته بودند. ما گذاشته بودیم کنار، رفتیم دنبال نخودسیان و هنگامی که با این فرنگی های اینجوری ابزارمند شده و از نو پیراسته و سازمانی یافته برخورد کردیم، حتی در نمیافتیم که این واپسماندگیمون از کجا اومده. مهتران ایران در نمیافتند که اصلا این بنیاد واپسماندگی از کجا آغازیده، چون پیوندشون با اونچه که پیش از اسلام بود دیگه چنان سراسری گسسته بود که حتی نمیدونستن این چی بوده. از این رو اینا تو یک تله دامی افتاده بودن که نمیتونستن برآورد کنن که این گسلی که پدید اومده و اینا رو به بیراه فرستاده چگونه بوده. فرام جان، یه سخن پرانتز وسط صحبتات، خیلی جالبه که عباس میرزا پس از شکست در دوره نخست جنگ های ایران و روس، اونجا خیلی عصبانی حمله میکنه به مستشار خارجی که در حقیقت در کنارش شده و بهش اندرزهای نظامی میداده، به یقهشو میگیره و داد میزنه، فریاد میزنه که فرنگی به من بگو ما از کجا داریم ضربه میخوریم، ما چه گرفته داریم، چه مشکل داریم، چرا ما به این وضع افتادیم. و در حقیقت به نظر میاد چیزهایی که ماها شاید سالها در دل و ذهنش مونده بوده، با اون شکست دیگه جرقه میزنه و منفجر میشه که آقا چرا ما عقبیم. و واقعا پاسخ نداشته، به راستی عباس میرزا پاسخ نداشته. و همین پرسشی که 1400 سال تا اون موقع، مثلا 1200 ساله که ما رو گرفتار کرده، شاید از نظر او فقط نداشتن مثلا تجدد غربی بوده، نمیدونم چی پیش خودش فکر میکرده، ولی او رو به یک نقطه انفجار میرسونه. به نظر میاد که شاید در ذهن خیلی از ایران دوستان تو همه این صدهای گذشته رفته، ولی راستی همونجوری که گفتی پاسخی براش نداشتن. بله، ریشه‌ش رو نمیتونن ردیابی کنن. درست. ایران اسلام زده، اینجا گفته بودم نشست پیشین، خود را بدون دانش از بنیاد هند و اروپای خیش که گذشته از همریشگیش با فرنگ در نمود زرتشتیش دو چندان با دستگاه پروتستان سازگار بود، اکنون که اینا را اصلا نمیدونست، جلوی دوراهی ناگوار میدید، در زمان صفویه، در زمان قاجار، در زمان عباس میرزا، یا کپی برداری بی پیشینه از فرنگ که اون راهی بود که سرانجام رفتن چون ریشه را در نمیافتن، یا بازگشت و پافشاری بر واپسماندگی اسلامی. این اون چیزی بود که بیشتر روحانیون چیز میکردن، پیشنهاد میکردن و پس از انقلاب اسلامی هم عملیاتی شد، یعنی پیاده شد.
اینا نمیدونستن که خودشون پیش از اینکه به دست اسلام گمراه بشن، خودشون از جرگه همین فرنگی ها بودن تو اون نگاه زندگی. حالا بگذاریم، ما تا اینجا رسته بودیم، تا همین پایین این پاراگراف که من از اینجا اکنون دنبال میکنم، گفتیم که گزینه الگو پردازی از بنیاد ایران شهر کلاسیک در سازگاری با یافته های فرنگ نوین، درست همون چیزی که دست عباس میرزا نبود یا دست صفوی پیشتر نبود، میتوانست کلید رهگشا باشد که در دست نبود، سنجیده شود با فرایند دگرگونی و برگنجش تطبیق بسیار کامیاب پارسیان هند، کردور فاکتور سازگار بودن الگوی بیرونی با دانسته های با داشته های درونی. این هندی ها که بنیاد اندیشه زرتشتیشون رو ورداشته بودن، ببخشید پارسی ها که بنیاد رو ورداشته بودن و جان و اون بنیاد رو گریزانده بودن به هند و مانده بود به گونه یک کنسروی میشه گفت اونجا کوچیک از ایرانی هایی که هنوز اونجا بودن، اینها هنگامی که فرنگی ها اومدن ناسازگاری نداشتن با دستگاه صنعتی اونا، با چنان شتابی خودشون رو رسوندن که برای خود انگلیسی ها دیدنش باور نکردنی بود، که در خاطرات یا یادداشت های افسرای انگلیسی مونده که اینا کیان، این 20,000 نفر، اینا که بخوشون پارسی بگن، اینا چرا اینجوری هن؟ اینا چرا با دیگر اون 200 میلیون هندی ها اینجوری زمین تا آسمون دگروارن جدوارن؟ خود اونا هم در نمیافتن، چون این دستگاه های روشنگویی این توضیح این هنوز نبود. پس بنابراین وقتی شما سازگار باشی نیاز نیست با این دوگانگی که من اینجا گفتم پاسخ بدی، که دوباره برگردم، یا با کپی برداری یا با پافشاری برای واپسماندگی پیشین، بلکه میبینی با نهاد خودت سازگاره، با نهاد پیشین یا همونی که داری پل میزنی. این راهی بود که پارسی های هند رفتن، که دستاورد سنتیشون گمه کنم این 30,000 نفر اون هنگام یا 100,000 نفر الان از همه ایران بیشتره، از برای این سازگاری که به اون دستگاه صنعتی فرنگ داشت ذهنشون، اون بازمانده ساسانیا بودن دیگه. حالا در کشاکش درونی با اسلام به گذار دوره دو پهلوی که سرانجام به بازغلطش انقلاب اسلامی و نابودی همه دستاوردهای روزگار مشروطه و پهلوی فرجامید، مهتران و اندیشه پردازان ایرانی به سختی از سستی برهانهای فلسفی و جهان نگریستی رنج می بردند. این پیامد اونیه که من گفتم که تو هنگامی که ندونی خودت پیشتر چی کاره بودی و کجا گمراه شدی، میمونه یا کپی کردن همینجوری کپی کپی، یا پافشاری بر واپسماندگی پیشتر که بگی دستی کم مال خودمه، و همین به بازغلطش اسلامی سال 1357 هجری کشید، به انقلاب کشید، برای اینکه پاسخ نداشتن. جنگ گفتمانی رو پهلوی باخته بود، اصلا از آغاز نمیتونستن ببره، برای اینکه همه برهانش این بود که نگاه کنید فرنگی ها چیز میز دارن، ما هم باید یاد بگیریم. بخش بزرگی از مردم نگاه میکردن میگفتن خب حالا اینقدر یاد بگیریم یه موقع خودمون رو فراموش میکنیم. البته چون خودشون رو اسلامی بودن و شیعه بودن میپنداشتن، رو اون میگفتن باید بازگردیم. پاسخی بومی در سازگاری با الگوهای جهان روا یونیورسال مال امروز فرنگ برای رودرویی با اسلامیان نداشتند. یه پاسخی که بومی باشه ولی با اون الگوهای یونیورسال پیروز اونها سازگار باشه، که تو با اعتماد به نفس، با خیش استامی ازش پدافند کنی. شهرام جان، فکر میکنم که این چشم اسفندیار در یه مقطعی حکومت پیشین متوجه شد که داره، و فکر کنم برسازی انجمن شاهنشاهی فلسفه هم گامی بود که به دستور شاهنشاه آریامهر در همین پیوند برداشته شد که انجمنی بیاید و اینا رو تبیین کنه، بنویسه، کار کنه روش و بتونه این خلل رو پر کنه. ولی انجمن شاهنشاهی فلسفه شوربختانه با آدم هایی که درش گرد اومدن خودشون به اون واپسگرای اسلامی بیشتر دامن زدن. یعنی مجموعی که اونجا جمع شده بود از سید حسین نصر و بعد محقق داماد و آوردن آدم هایی مثل آقای شایگان و حتی مرتضی مطهری با هم یه فضای غم‌انگیزی داد، کسانی که قرار بود که
بیاین و به اصطلاح این آشنایی بنیادین با ایران شهر رو عملا اون موقع کند و کاو بکنن، کارشون رسید به همون یکی از اون دو بخشی که گفتی، یعنی بخش واپسماندگی اسلامی و دفاع از اون چیزی که به عنوان گذشته و سنت ما شناخته میشه، که کاملا همچنان که گفتی سنت اسلامی شیعی بود نه سنت ایران شهری. بله، این فرمودی این آدمایی که برداشتن آوردن اونجا چرا یکی از یکی ناکارآمدتر بودن برای اون کار، این باز میکرده به همون سلایدی که چند سلاید پیش بود که من گفتم ما سه گروه داشتیم، اون الله بنده ها و اون مارکسیست ها و اون ایرانگراهایی که ولی دانش بسنده ندارن از اون کار. یعنی این کشور پس از شکست فرجابینش از اسلام در سده سوم تا پنجم هجری، که ما اینا تو سلایدهای آینده بیشتر میشکافم تو بخش دوم سخنها، میبینیم که چجوری پای گفتمانیشو برای همیشه رو در روی الله پرستی از دست داد و اون الله پرستان سیستماتیک سامان ورانه تا سلول پایانی سوزوندن که هیچ هماورده دیگه نمونه. به اونجا هنوز میرسیم، اما من برای اینکه انگیزه پدید بیاد که اون بخش را آدم بهتر و ژرف در دریابه، داشتم آنچه را اکنون بوده و این کشور رو به زمین زده تو این دهه های گذشته، تو دو سه سده گذشته، اونو دارم میگم که انگیزه پدید بیاد که ما بیشتر برگردیم و فرایند پیدایش این دوشگشت، این فاجعه رو دریابیم. ارزش و کارکرد سترگ بومی بودن یک گفتمان برای ایرانیان میتواند در کامیافت پرداخته های علی شریعتی، البته به سوی گمراهی، برآورده شود. ایشون بر اون طبل میکوبید که آنچه من میگم مال خودمونه، یعنی برآمده از آیین شیعه است، و بسیار ساده گفته های دولت پیشین رو به کنار میراند، به دیوار میراند، که اون چون میگفتش که ما کارمون آموختن از فرنگ. چه آسیبی این مرد به تنهایی زد از رشته گفتار بیرونه. پس از این رو من اینجا فرجام میهنجم یا نتیجه میگیرم که برای گذر از یک باورمان، یک ایدولوژی همستخواه توتالیتر که به گونه دین با پیشینه 14 سده در تار و پود مردم ایران خلیده و باورمندان خیش را با ترس آفرینی درونی روانی بردوار برلگامیده، کنترل کرده، و بیش از 1000 سال است که میدان را از هر گونه دگراندیشی زدوده، یعنی نکته هر ستا بسیار مایه‌ور مهمه، دو و سه مایه‌ورتر هم هست باز از یک، روشش ترسافرینی درونیه که اون گرویده رو به یه برده هیچ در میاره، از درون سوخته، و میدان رو برای هماوردا هم میسوزونه، همه رو از میان برمیداره، خودش میمونه خودش و اون برده گرفته ها. یه همچین باورمانی، نه یه باورمانی که یه بخشی از نیروی انسانی رو هنوز به جا میذاره، باورمان های ایدئولوژی دیگه هم بودن، اینطور نیست که یارو میسوزونن به صفر میرسونن، ولی این یکی اینجوریه. برای گذر از همچین باورمان همستخواهی توتالیتری از این گونه، داشتن یک دگرگزینه، یک آلترناتیو که در کنار بنیاد فلسفی جهان روا از بنیادمندی و دادمندی، یعنی مشروعیت بومی نیز برخوردار باشد، وگرنه نمیتونی یه همچین چیز رو بیرون کنی. بی اندازه نیروبخش و کارساز و شاید حتی از دیدگاه ریاضی در بایسته است، یعنی بدون این نمیشه. چیزی که اومده تا تک تک سلولهای مغز رو در ستانده، تصرف کرده و میدان بیرونی همبودمان یا جامعه را از هر گونه هماورد و دگرگزینه‌ای پاک کرده. تو اینگاه یه چیز بنیادمند اگه بخوای بیاری که هم بر بنیاد فلسفه های پیروز جهان روا استوار باشه و هم از اون دادمندی درونی بومی برخوردار باشه، این میتونه از پس اون بر بیاد که هم پیوندی میزنه به جهان امروز، هم تکیه میکنه رو پیشینه های خود اون خوی اون کشور و اینو میتونه کمرشو بشکنه بیرونش کنه. با پیشنهادهای چلو کبابی نخواهد. هنوز نیز حتی چهار دهه
پس از فروپاشی ایران به دست اسلامیون، مهتران ایران از گذشته فرهنگی فلسفی خیش و نابودی تاریخی ایران شهر به دست اسلام کمابیش سراسر ناآگاهند. یعنی از یک سو من گفتم راه درستش اونه، از سوی دیگر اما واقعیت یا هستواری اونه که درست وارونش به که باید باشه. روشن اندیشان ما سپاس خداوند اصلا ناآگاهن از این دستگاه تاریخی فلسفی، به همه چی دلبسته هستن به جز چیزهای بنیادی. نبود دانش بسنده در خور یک مهتر از بنیاد فلسفی ایران کلاسیک تو کمابیش همشون، پرورش یک باور ساده دلانه و دلخوش کننده، گفتار درماننده یا گفتار درمان کننده در حقیقت، از افسانه پاسداشت فرهنگ ایرانیان. یعنی حالا که دانش بسنده رو ندارن که چی پیشتر بوده و اون پاسخ رو نمیتونن بدن و همش اینا هم روی میارن به این دستگاه کپی کردن از فرهنگ و ما هرچه زودتر از این جمهوری اسلامی میگذاریم چونی میکنیم چونی میکنیم. روشن اندیشا چون هر روز در رسانه ها میتونی ببینیم که بیننده یه ژرف‌نگر رو به خنده وامی داره. یه کار دیگه هم میکنن، میان میگن که ما اصلا آسیب ندیدیم، فرهنگ ایران یک فرهنگ شگفت‌آوریه که اصلا از اسلام که اصلا آسیب ندیده و تو این 40 سال هم که این یکی ها دارن میسوزونن از اونم آسیب ندیده. نمیدونم، ما نوروز را نگاه داشتیم، ما زبان فارسی را نگاه. آدمی که تو دانش این کارا بوده اینا رو ببینه خنده فقط روده بر میشه. این پیش از اسلام 14 15 16 جشن سالیانه ژرف و فلسفی و گردن کلفت بوده، آماده سازی هر کدوم دو تا چهار روز رو در بر می گرفته با سخنرانی های گوناگون، یک جشن در پاسداشت آبها، یک جشن در پاسداشت زمین و کشاورزی، یک جشن در پاسداشت خرد، این اون فلان که ما میکاویم جلو که بیدیم همه رو میکاویم که چی بوده تو این کشور و همش فراموش شده. اینا همش سوخته رفته، همه بنیاد فلسفیش، همه اون دستگاه ها، همه اون آیین ها. یه دونه نوروز مونده که یه هفت سین میذارن که خودشون نمیدونن چیه. میونه نوروز هم میان قرآن رو میذارن، یعنی اون کتاب اون مهاجمینی که اومدن اون یکی رو هم سوزوندن بردن. و هنگامی هم که سال نو میشه یا مقلب القلوب آغاز میکنه به گفتن. اینجوری نگه داشتن همه چی رو. و در رسانه ها هم هر روز به مردم میگن، میگن ما شکست ناپذیریم، همه چی رو نگه داشتیم. باور نکردن. یعنی از یک سو شکست سراسری خوردن و اصلا کلیدش هم ندارن که پس بگیرن، از یک سوی دیگه گفتار درمانی میکنن پیوسته. شاید سرنوشت اونایی که شکست سخت خوردن اینجوریه دیگه، فقط براشون آخر گفتار درمانی میمونه. شوربختانه. و بدین سان مهتران ایران از پس سخیشکاری تاریخی خیش بر نمیآیند. یک که باید بر می آمدن که اصلا این کار نیستن، بر نمی آیند. دریافتن و واشناختن recognize یا تشخیص، دریافتن و واشناختن بنیاد کجرفت و فروپاشی این 14 سده گذشته اصلا چی شد. دو، شناساندن بنیاد این کجرفت به ایرانیان، اونه که مهتر اندیشگی نیستن، همگان قوم، برای انگیزش نیروی سترگ بهبود بخش و ویراست ورز. خود باید نخست در جایگاه مهتر مو به مو بشناسی و یه براهیختش رو، یه ابسترکتش رو، یه کوتاهیدش رو که انگیزه بخش و هنوز به اندازه کارساز باشه به همگان براموزی. سه، بسیجاندن اندیشش همگانی، افکار عمومی به سوی پرهیختن یا دور شدن، گسستن از آسیب این 14 سده گذشته و آغاز نوین. یه کار بزرگ در اندازه لوتر، اگه نه از اون بزرگتر، که اینا همه چی هستن به جز درخور یه همچین کاری. مهتران اندیشگی ایران، این آغاز نوین از بنیاد فلسفی جهان نگریستی ایران شهر کلاسیک نیرو و وخش میابد. وخش رو به الهام درونی میگفتن، با وک هم خانواده است، یعنی صدا، آوا، یعنی آوایی که از درون میشنوی و اون وجدانت.
از بنیاد فلسفی جهان نگریستی ایران شهر کلاسیک نیرو و وخش می‌یابد و البته با دستاوردهای فرنگ در صده‌های نوین، یعنی پسرموهای فرنگی نژادی خودمون که بیگانه هم نیستن با ما، از سازگاری بسیار بالا برخوردار است. سازگاری بسیار بالا، نه 100%. یعنی ایرانی این آینده باید چنان خودپای مستقل بیاندیشه که از دستگاه‌های جهان روا یونیورسال که پسرموهای فرنگیمون درست کردن تو این 500 ساله و بسیار کار کردن، همه اون چیزی رو که سراسر سود رسانه برگیره، بر ربایه و با دستگاه پیشین خودش سازگار کنه و یه چیز پویا و زایا توش بیاد بیرون و استوار بر این دو ستون ترس و خودباختگی ایرانیان سراسر در هم کوفته و موالی گشته را که بهش میرسیم، از چه دوزخی اینا گذشتن تا اون روحیه پیشینشون رو از دست بدن و اونی بشن که شدن، رو در روی اسلام یا اون الله بندگی، و از همون گروه ناکوشایشون رو در روی جمهوری اسلامی که این چیزی نیست جز دنباله همون موالیگری، بهش میرسیم، و ناکوشایشون رو در روی جمهوری اسلامی را پشت سر گذارد. یعنی بنیاد فلسفی پیشین با دستاوردهای فرنگ رو سازگار کنه، یه نیروی جهشی و انفجاری برای خودش پدید بیاره و از اونجا نیرو رو بگیره که اون روان آسیب دیده موالی گشته و این ناکوشایی انفعال رو به جمهوری اسلامی رو با نیرو پشت سر بذاره و به یک دیرند نوینی، به یک عصر نوینی در بیاد که در پیامد اون بشه اون چیزی که میبایست بشه. این بخش نخستین بود شاهین جان که روی هم رفته نام آورده شد که گسستگی ایرانیان، ببیشه مهتران اندیشگی ایرانیان با پیشینه فرهنگ کلاسیک خودشون هست، چون این چیزی هست و پیامداش گفته شد که چه پیامدهای ناگواری داشته و همین اکنون هم بخش بزرگی از ناکامی ایرانیا در برخورد با همین بازماندگان اون مهاجمان 14 صدی پیش هم از همون برمیخیزه، اما نه همشون، بخشش از اون بخش بزرگی از اون برمیخیزه و آنکه چه باید کرد. بسیار خوب شاهین جان، پیش از اینکه بخش دوم رو آغاز کنی، فقط همچنان که خودت هم اشاره کردی، خواستم اینو پررنگش کنم و روشنگویی کنم. پاسخ به پرسشی که خیلی از همیهنان طرح میکنن، ببینید اونهایی که 43 سال پیش نبودن یا یک کودک بودن، که چگونه شد یک مردمی اینگونه خرد باخته به دنبال یک پدیده مثل انقلاب اسلامی رفتن، به دنبال خمینی دویدن. یعنی در ذهن یک انسان تندرست از نظر روانی و فکری امروز نمی گنجه که چگونه یه ملت، حالا نه همه ملت ولی یه بخشی از ملت، برای یه نمود بیرونی داشتن دنبال این مرد دویدن و یه تعدادی از بکل کراواتیا و به اصطلاح متجددین هم دنبال او رفتن که کم هم نبودن و بیش از چهار دهه به درازا انجام میده که مردم از تمام این تار و پود، نمیدونم این بهتره اون بدتره، بعد از بدتر بهتره، نمیدونم اصلاحات کنیم، حالا صبر کنید یه گام به جلو نیم گام به عقب، رسیدن به جایی که الان دیگه 5-6 ساله که میگن آقا اینو باید بره، در کلیتش باید بره و اینم مردم کف خیابون به نتیجه رسیدن. هنوز کسایی که توی رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور و اندکی هم درون کشور اظهار فضل میکنن، تو این سالها هنوز دنبال این بودن که این بخش نظام داره اون بخش رو عقب میزنه، حالا ما باید کاری کنیم قدرت دست سپاه نیفته، حالا اون نشه این نشه، یکی نگران بود که جمهوری اسلامی تبدیل به حکومت اسلامی نشه. و واقعا وقتی اینو میبینیم، من فکر کنم این بخش یک که همین الان قرار به پایان رسون، خیلی کوتاه ولی بسیار کارآمد به همیهن ما نشون میده که ما از کجا خوردیم و تا اکنون هم از کجا داریم میخوریم. این که میگن چرا دستگاه کارآمد و به درد بخور و سازنده و نیرومند و پرتوانی در برون مرز درست نشده تا بتواند کوشش های درون مرز رو سر و سامانی بده، این باز برمیگرده به همین بخش و
همینه که ما فکر میکنیم نبود بستر انگیزشی درست کاملا، همش نشانی رو اشتباه رفتیم، زنگی خونه اشتباه رو زدیم و انتظار داریم مثلا اگر آقای آریان در اون خونه باشه هر روز میریم یه آدرس رو میزنیم، زنگ میزنیم اون میگه آقا من خونه نیست، اینجا خونه کسی دیگریست، و باز ما میریم فکر میکنیم شاید فرجی بشه، ولی گشایشی به دست نمیاد برای این که نشانی رو اشتباه رفتیم. و این نشانی اشتباه رفتن نه فقط در انقلاب اسلامی بروز میکنه و در دهه های پس از اون میاد، بلکه در پیدا کردن راهکار برای نجات کشور هم همین مشکل رو ما داشتیم. و الان چندیست مدت بسیار کوتاهی است که شاید یه مقداری فضا روشن‌تر شده و مردم دارن یه مقدار هدفدارتر حرکت میکنن. به هر حال زندگی سیاسی ما بخشی از آن چیزیست که ما در دامنه فرهنگی و رفتاریمون داریم، و اون چیزی که در دامنه فرهنگی داریم همین است که شهرام در بخش یک بهش پرداخت، چیزی که نه امروز بلکه صده هاست که ازش دوریم، و تا هنگامی که خودمون رو به اون جنگ افسار ما مجهز نکنیم بعیده، بسیار بسیار نشدنی به نظر میرسه که بتوانیم فردای بهتری رو از پس این امروز ویرانمون داشته باشیم. شاهین جان، این یه جستار بسیار بزرگ واکافتی تحلیلیه که من توی 6-7 برنامه هنگامی که نزد مهستان نست خوانده بودم، دعوت بودم، اونجا فرا گفتم که چون اونا اونجا دوست داشتن که این بررسی‌ها رو بیشتر از دید همبود شناختی و جامعه شناسی توش برن، که این یه چیز آشکاریه که توی صده‌های گذشته تنها اون کشورهایی تونستن به راستی برخیزن که این ساختارهای صنعتی و دانش‌پژوه با بستر بنهنرهاشون، فضیلتهاشون سازگار بود، که اروپای شمالی بود نخست از همه با اون پروتستانتیزم اروپای شمالیش و اون پیشینه جرمنیکش، و سپس آسیای خاور دور بود، دوباره نخست از همه ژاپن که تو اون نزگاه شینتوش از اون یکی هم تندروتر و سخت گوشتر بود و با یه دیرکرد به 100 ساله دیگر کنفوسیایی ها دارن میان، کره جنوبی، چین و دیگران. بقیه دنیا رو به قبله درازه. بنابراین این چه اندیشه یه که روشن اندیشان ایران دنبال میکنن که ما یه کپی میزنیم با این کسی پیشینه فرهنگی، ساختاری، بستری، اینجا همه آسیب دیده اینا، یه کپی میزنیم عالی میشه. کی؟ خب اگه به این سادگی برو برای مکزیکی های بیچاره پیاده کن، برو برای آمریکای لاتین پیاده کن، برو برای آفریقا هم پیاده کن، برو برای کشور اسلامی پیاده کن، که برای یه رستگار کنی دیگه ناگهان، اگه به این سادگی. بنابراین این بخشی که گذشت، من امیدوارم که اون انگیزه رو فراز آورده باشه که بله، این یه گمراهی بزرگی هست که ما درش داریم دست و پا میزنیم، و این اون موقع اون انگیزه باشه که بخش دومه که داره میاد، آدم با هوشیاری در نورده و در نگاهه که خب این چجوری پدید اومد، این و این تونل هراس که ما بهش در آمدیم، این کابوس، چون این کنجکاوی من امیدوارم که فراز بیاد برای اون کسی که دریافته که اگه اون بستر فرهنگیه که باید به سامان باشه که بخوای صنعتی و یا دانش پژوه بشی، و این بستر نیست اما گویا پیشتر بوده، چون تو همون زمین ها کامیاب بوده که ایران امروزی نیست، پیش از اسلام، این چگونه پس پدید اومده که ما این رو هم خب تو بسیاری از نشست ها کافتیم نزد خودمون، و اینجا الان توی رادیو مانی دوباره به گونه فشرده به نام فرگرد یا فصل دوم از توش خواهیم گذشت. چقدر زمان داریم شاهین جان؟ من فکر کنم حدود 12 دقیقه داریم. اگر که شرام نمیخوام بخش دو رو آغاز کنیم، مطلبی از شاد برای روشن کردن بخش یکم خوب باشه، من فکر کنم میارزه بشه بپردیم. نمیخوام وارد بخش دوم بشیم، بعد 5 دقیقه ناچار بشیم به پایان میبریم. جریان به اینجا برمیگرده که توی بخش یک آنچه که گفته شد که ما اونهایی هم که ابراز علاقه به ایران میکردن و خودشون رو از تبار ایرانی میدونستن، نه تسلیم در برابر فرنگ و نه الله بنده جزیره العرب، اونها
مشکلی که داشتن به خاطر طبیعتاً یه مقداری عدم شناخت درست، نبود شناخت درست از ایران شهر، شاید نداشتن چیرگی بسنده بر نوشته های پهلوی، دستمایه های زرتشتی و نبود آشنایی با خواندن متونی به زبان آلمانی، روسی و زبان های دیگری که در این زمینه کارهای ارزنده ای کردن، رفتن و به فرمول عجیب غریب رسیدن. فرمول عجیب و غریب چندین مطلبش انقدر عنوان شده که در حقیقت دیگه الان برخی از توده مردم هم وقتی چی میشنوند اون فرمول عجیب غریب رو برای ما بازپخش میکنن. مثلا اینکه خب این اگر خیلی چیز ارزنده ای بود این ایران کلاسیک، چرا جلوی حمله 4 تا پاورن اصلا پاشید؟ یا اینکه آقای موبدا مثل آخوندا بودن، اونها اینقدر مردم اذیت کردن، زدن نرم. موقعی که اسلام اومد مردم بی خیال ساسانیان شدن. به گونه میگن انگار که مثلا ایران با گل و با بلبل و با شب شعر فتح شده. تمام تاریخ فتوح اسلام رو ندید میگیرن. یا اینکه بله مثلا ما هنگامی که دین رسمی نداشتیم در دوره اشکانیان بسیار ما خوشبخت بودیم، دوره هخامنشیان هم همینطور، وقتی دین رسمی اومد این دین زرتشت ما رو بدبخت کرد. ما موقعی که پیرو آیین مهر بودیم آدم های خوشبخت. اینایی که ممکنه از نظر من و شما حرفای بسیار یاوهی به نظر بیاد، انقدر توی این چند ده سال گذشته گفته شد که امروز هر چقدر سمزدائی میکنیم هنوز میبینیم که برخی گرفتارش. و به نظر من اینها همون اندازه پاک کردنش از ذهن جامعه کنجکاو مهمه که آموزش درست بر کنار زدن این رسوب اسلام 1400 ساله و پیروی کورکورانه از فرنگ و فرنگی. در این زمینه شهرام جان ما خیلی برنامه داشتیم، خیلی سخن گفتیم، خیلی کار کردیم، برنامه های بسیاری بوده، ولی فکر می کنی یک ریشه خیلی بزرگ اخلاقی داره و اون نداشتن فروتنی در میان کسانی است که با شاید خواندن یک کتاب فکر می کنم ملا شدن، یعنی با ورق زدن یک کتاب در خیلی هم سطحی بعد ادعاهای بزرگ می کنن، می خوان که حرفای بزرگ بزرگ بزنن و بعد میان یه دفعه خطی می کشن، خط بطلان می کشن و بخشی از تاریخ کشور کلی گویایی می کنن. و بخوام خلاصه کنم سخنم رو، چکیدش رو بگم، ما در میان هموطنانمون اونهایی که نیمچه کتابی خوندن چیزی به نام فروتنی نمی بینیم. من مطلقا چیزی به نام فروتنی، چیزی به نام شکست نفسی در این میان این تیپ هموطنان نمی بینم. یعنی هموطنی که کشاورزه، پیشوره، یه کارمند ساده است و ادعایی نداره، خیلی گوش بهتری داره برای گوش کردن، یک کمی سنجیدن و سخن منطقی رو پذیرفتن، تا کسانی که خودشون فکر میکنن ملای ده هستن فرموله عجیب غریب رو دادن. آیا همش چیز نیست شان، یعنی همش فروتنی هم داستان کم بوده فروتنی نیست. ببین اینا یک زنجیره ای از دوش هنرها که شدن ضد فضیلت ها. اینا اینکه در اون سخنی نیست که کمکارن، کمخوانن، مطالعه نمی کنن، خود بزرگ بینن، زود باورن به اون چیزی که پیدا کرده اینها. خب این که این آسیب ها که از همین 14 ساله بهشون خورده و الگوهاش هم مال همون اسلامه بوده که میگه من زود حق رو پیدا کردم، بقیه هم هر کی میگه غلط کرده باطله، این همین الگوها رو گرفتن اینجور شدن. اما بررسی روان شناختی این یه چیز خیلی گسترده ایه که من خودم هم در مورد بسیار اندیشتم، به ویژه چون هنگامی که پزشکی میخوندم زمینه دلبستگی هم روان پزشکی بود. ببین یکی برمیگرده به یک پیاده شدن گسترده و شگفت آور و پر از درد اون سندروم استکهلم. یعنی بخشش اونجا آغاز شد که یعنی با خود کسی مثل طبری آغاز شد، محمد جریر، که این چون این شکسته رو نمیتونستن در نوردن و
گوارش کنن و میدیدن که این آدم‌های بی فرهنگ رو که اینا بهشون بوگندو میگفتن، آدم خور میگفتن، هرچی میگفتن، هنگامی که اومده و ریشه دوانده و شبکه مافیایی درست کرده هم دیگه نمیتونن از کشور بندازن بیرون، اینا رو بیشتر خشمگین میکرد که من چرا نمیتونم این آدم خورای بوگندو رو، حالا توی گیومه من نمیگم حتما برابر چون درست بود، اما این چیزی که بهش نگاه میکنه رو بندازه بیرون. و هنگامی که خشمش بسیار 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 بیشتر شد، دید یه دیوار کوتاه هست که میتونه خشمو به اون سوی بگروانه و ازش هم پدافندی یا پاسخی نمیاد، چون اگه از خود مسلمونه بخواد خورده بگیره سخن اونو واسنجه، این آنی همون گونه که روش مسلمونه است با چاقو بره توش کمش. که دیواری که کوتاه بود، اونایی که 300 400 سال بود دیگه کشته شده بودن در میدان جنگ رفته بودن و دیگه نبودن که از خودشون پدافند کنن که اینی که تو میگی درست نیست، و تیغ رفت سراغ موبدایی که 300 سال پیش تو میدان های جنگ کشته شده رفته بودن، تیغ رفته بود سراغ پایگوسپانا و مرزبانها و نمیدونم گوندسالارها و اینا که همه کشته شدن رفته بودن، دیگه نبودن که بگن اون چیزی که داره میگی پرت و پلاس، ما تا نفر رو واپسین پدافند کردیم، یه طوفان شگفت آور نابیوسیده ای بود. چون اون نبود، از اینکه که نمیتونست خورده بگیره، چون این سیستمش اینجوریه که هرگاه میخوای باش سخن بگی دو کلام نگفته با چاقو میره تو شکمت. خب اونم که 300 سال کشته شده رفته، نیست که بگه که اشتباه میگی، این خشم درونی ناگواردارم داره که نمیدونه با این شکسته چیکار کنه. یعنی بعد یه مدل استوکهلم سیندروم دست میده همراه با میشه گفتش که یه جور خروجی جبران ورز، یعنی اینکه اونجایی که دیوار از همه کوتاه‌تره میره از اونجا خورده میگیره که دردشو بریزه بیرون، روان پالایی کنه، و از طرف دیگه هم هرچی بیشتر توانو پیدا کنه که طبق اون سندروم استوکهلم با اون مهاجم دیوانه که اون این بلا سرش آورده این همانی کنه. یه چیز کامپلکس چند بعدیه. آغازش 300 400 سال اول اینجوری بود، پس از اینکه گذشت چیزهای دیگه هم سوارش شد. حالا بعد حالا مال امروزی ها رو که ما نگاه میکنیم، یکی که خب اون سنت یا اون ترامان در نخستین رو خب اینجوری سینه به سینه دادن تا به اینا رسیده، یکی دیگرش هم اینه که با گفتار همیهنهای مارکسیستی ما همراه شد، که اونم تو سده بیستم دنباله میگشتن که پیشینه رو بیشتر بکوبن، دیدن دوباره دیوار موبدا و ساسانیا کوتاه، چون 14 سال پیش کشتشون رفتن دوباره بیشتر کوبیدن که راز دل خودشون باز کنن که ما یه کجروی چندین هزار ساله رو پایان بدیم و به امید خدا سرانجام کمونیست بشیم، مثلا آدمای خوبی بشیم. اونم بر این استوکهلم سندروم و روان پالایی درد پالاینده که صداهای نخستین بود و بازماندش پژواکش تو تاریخ مونده بود، اینا بر اونم سوار شدن که دوتای دیگه تختگاز دیگه با هم دیگه رفتن. مسئله دیگه اون موقع کناری ها اونایی که بنظرم تو میگی، که میگی چون روی هم رفته اصلا به ژرف نگری اصلا دلبستگی ندارن، به شکافتن خوردگان یا خوردکاری ها اصلا دلبستگی ندارن، به اینی که بخواد مو رو از ماس بکشن درون اصلا دلبستگی ندارن، از گذشته خودشون هم که زیرو صفر نمیدونن، این کرانیه اون که بر اون داستان سندروم استوکهلم و بعد درد پالایی خود سوار شد و یه چیز شگفت آور تو در توی اکنون شد. حالا یکی از ممکنه بگه که اینو چه کارش باید، که خیلی ساده است، باید در هم کوبید خورد خاکش که هویدا کرد که راستی ها کجاست، چون این با گمراهی که تو تاریخ بشر که حالا کسی به جایی نرسید دیگه. و یه کسی بگه که آیا مثلا خب چیه اینا، مثلا خیلی پدامون دو پاش رو کفش بکنه چه فرقی میکنه، اون برهانی که نادرسته خیلی زود آشکار میشه که نادرسته وقتی برخورد پیدا میکنه با تیغ برهانی که برنده است اینجا. ولی میای میرسیم به کمکاری که همین ایران گراها یا ایران نهادها یا ایران نگرها کردن، که اونها هم خیلی فراتر از بیت های شاهنامه خوندن و قربان صدقه پیشینیان رفتن نکردن تو کارشون. اونا باید یک فرایند انفجاری پژوهشی آغاز میکردن تو این 100 سال گذشته بر بنیاد آنچه فرنگی راهو گشوده بودن، که اونان کار نکردن. یه دونه پور داوود نمیدونم این ورا نمیدونم یکی عباس‌شناس اون ورا، بعد از مدت ها مثلا احمد تفضلی تو پهلوی که بس نیستش که
اینا صدها نفر رو باید دنبال این کار می‌رفتن. و این دوباره برمیگرده به اون چیزی که تو میگفتی که چون بنهنرها یا فضیلت‌هاشون رو از دست دادن، خب هیچ کاره شدن دیگه، اینام بر این قطار در حقیقت هیچ کارگی و هی دروغ‌ها رو بازجویدن و نشخوار کردن سوار شدن و از راه بازگوی اونا حس میکنن که به گونه ارزانی به راستی ها دست یافتن و به مهتری اندیشگی رسیدن. اما یه جا باید این بستر نادانی و در نادانی با خوشی زندگی کردن رو با چکش باید خوردش کرد و از یه جای باید آغاز کرد. اما نوید این کار اینه که هنگامی که آغاز میکنی به خورد کردنش، دستاوردهای خوبی نسبتاً توی پنجره زمانی کوتاه میاد، چون چشا وقتی باز میشه به برهانهای راستین، اون موقع شمار کسانی که میرن دیگه دنبالش که سرنخار بگیرن و تا ته به پژوهن بسیار خواهد شد. کاملا سراسر درست. بسیار خوب، فکر میکنم از نظر زمانی به جایی رسیدیم که میتوانیم که برنامه رو به پایان ببریم و برنامه سوم رو در فرصت دیگر در هنگام دیگر با هم میانان باشیم. برای بینندگان و شنوندگانی که این برنامه رو از رادیو مانی میبینند، ما برنامه های پیشینی داشتیم در شبکه یوتیوب رنسانس ایرانی هست، من و شهرام درباره دلایل و چگونگی سقوط ایران شهر در حمله اعراب به ایران چندین نشست داشتیم، برنامه های در زمین بازشناخت تاریخ ایران پیش از اسلام داشتیم و برنامه های از این دست که می توانید برید اونجا در کانال یوتیوب رنسانس ایرانی و برنامه های پیشین رو هم ببینید اگر که بحث های تخصصی و جزئیات بیشتری رو می خواهید. باز این برنامه رو برای هفته آینده بخش سومش رو پی می گیریم و در ماه چند ماه آینده ما اصولا کارمون این است که یک کندوکاوی در بنیاد ایران شهر داشته باشیم و فکر میکنم گرد آمد این آموز گفتارهای پشت سر هم بتواند یک ایده و دیدگاه نسبتاً روشنی از اینکه یک فرد ایران شهری باید چگونه باشه به همیهنان بده. سپاس بسیار توجهتون شهرام جان، درود و سپاس و به دو تا فرصت دیگر. بسیار، من فقط یه دونه افزایش خیلی کوچک دارم. ما از اونجایی که با روش در حقیقت پژوهیدن و فرانمودن کار میکنیم، شاید بگیم یک فرد ایران شهری میشایست باشه، نه که میبایست باشه. این تو فرهنگ ایران کلاسیک اصلا چیزی به نام بایست نبوده، فرا مینموده برهان ها رو، بعد میگفته خودت در میابی و اون ناسازگاری آشتیناپذیرش هم با اسلام در همینه. بسیار خیلی عالی، باشه، سپاس و بدرود. بدرود.